Always have been. Always will be. قسمت سوم سریال لوکی هم پخش شد و خود تو این ویدیو هم میریم سراغ بررسی این قسمت در مورد نکات مخفی استرگای داخلش هم حتما با هم دیگه صحبت میکنیم و یه مقدارم تغییرات زیادی توی پیش زمینه داستان که کنگ میشناسیم درست کرده بودن، حتی ویکتور تاینلی که داریم میبینیم که اینا رو هم جلوتر باز میکنیم و با هم دیگه در موردشون صحبت میکنیم. فقط قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که یه لایک به این ویدیو بدیم. همونطور هم که میدونیم من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ قسمت سوم. I've been pulled through time between the past and the present. Hello. اولین چیزی که موقعی که سریال شروع میشه میبینید مطمئنا نظرتون رو جلب میکنه لوگو مارولی که میادش بالا. خود لوگو تغییری نکرده، ولی خب موزیکی که اونجا داره و همیشه برای مارول زده میشه این بار دارید میبینید که با پیانو این موزیک رو اجرا میکنن که حال و هوای 1868 که میخواد بهمون نشون بده رو کاملا از همین تیتراژ و ابتداش مشخص میکنه. ورود راوانا به اینجا رو داریم میبینیم که کاملا از همون مسیریه که قبلا داشت، یعنی تو فصل اول جایی که دیدیم رفت اینجا تو این زمان وارد ماجرا میشه. اتفاقاتی که داره میفته، داستانی که در مورد کنگ اینجا بهمون میگن و حتی اتفاقاتی که در مورد خود ویکتور تاینلیه همونطوری که بهتون گفتم متفاوت شده. در مورد خود کنگ بعد این موضوع رو بهتون بگم که ناتانیل ریچاردز کسی بودش که توی قرن 31 به دنیا میادش. اون توی یه دنیایی داره زندگی میکنه که هیچ جرم و جنایتی وجود نداره و همه چیز کاملا پیشرفته است، کلی تکنولوژی مختلف داره و به خاطر اینکه دیگه حوصله‌ای سر رفته بود و خسته شده بود از اینکه همه چی یه نواخته، تصمیم میگیره که برگرده به گذشته و با تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که داشت زمین رو فتح کنه. البته این فتح کردن زمین هم کار راحتی نبود به خاطر اینکه هیروهای مختلفی توی دورهای زمانی مختلف هم روی زمین زندگی میکردن و اینطوریه که بارها شکست میخوره. توی یکی از اون شکستهایی که میخوره برمیگرده میره توی سال 1901 و اونجا تبدیل میشه به ویکتور تاینلی. وقتی که میره تو اون شهر شروع میکنه اون شهر رو پیشرفته ترش میکنه و یواش یواش تبدیل به شهردار اونجا میشه. بعدن صنعت‌های مختلفی اونجا شروع میکنه مثل خودروسازی، ولی در کنارش اینا همه پوششی بوده که اون هویت اصلیش لو نره به خاطر اینکه اونجا داشته بر خودش یه سری ربات هم درست میکرده. و نکته جالبتری هم که وجود داره در موردش اینه که اون دنبال کارهای خودش که میخواسته بره یه رباتی میذاشه جای خودش و اینطوری بوده که این ربات حتی پیرم میشده. بعدن اتفاقاتی که میفته اینطوری که میاد خودش رو به عنوان پسر ویکتور معرفی میکنه تا ادامه روند ماجرا رو بتونه جلو ببره. حتی مشعل انسانی که میشناسید در ابتدا یه ربات بوده و خب اون رباتی بودش که ویکتور تاینلی اونو میسازدش و توی کمیک هم حسابی معروفه. نکته مهمتری که اینجا داره دیده میشه اینه که داستانی که حتی برای ویکتور تاینلی داره پیش میاد و اون داستانی که اصلا برای کنگی که ما میشناسیم ها، اینجا توی داستان MCU کاملا متفاوت شده. حالا شاید بگید که این احتمالا یه گونه ای از کنگ بعد باشه، ولی خب خط زمانی که داره به اون نشون میده همون خط زمانی مقدس اصلیه که میشناسیم. ممکنه که اتفاق این وسط افتاده باشه، ویکتور کسیه که تو این مسیر حرکت میکنه میره به سمت ساخت تیوی و اتفاقاتش، بعدن اون کنگی که باقی مونده بود میاد با اون گروه و شورایی که شاید اونجا وجود داشتن مبارزه میکنه و اینطوریه که تیوی رو به دست میاره. ولی اگه دقت کرده باشید کل قسمتایی که از این سریال بیرون اومده تا حالا هیچ کس اسم ناتانیل رو نگفته، یعنی اینکه احتمال خیلی زیاد این ویکتوری که داریم میبینیم قرار همون کنگ اصلی باشه. این که دارید میبینید اون دفترچه راهنمای تی وی ای میاد میرسه به بچگی کنگی که اینجا داریم میبینیم کاملا برگرفته شده از روی همون تئوری هوت استراپ پارادوکس. ما تئوریهای مختلفی برای سفر در زمان داریم. یکی از اون تئوریایی که برمیگرده به پارادوکس پدر بزرگ مثلا میاد به ما این موضوع رو میگه که اگه شما برید توی گذشته و پدر بزرگ خودتو بکشی این باعث میشه که تو در آینده به دنیا نیای و هم اونجا نابود میشی. ولی خب این تئوری رو یه سری قبول دارن یه سری دیگه قبولش ندارن و اتفاقی که اینجا داره تو این قسمت میفته بوت استراپ پارادوکس که قبلا هم در موردش با هم دیگه صحبت کرده بودیم که یه چرخه رو میاد میسازه. اینطوریه که یه نفری جلوی در خونه خودش یه دفترچه رو پیدا میکنه که آموزش ساخت ماشین زمان رو نوشته. شروع میکنه به ساختن ماشین زمان که تکمیل شد خودش اون دفترچه رو ور میداره میبره توی گذشته میذاره جلوی در خونه خودشون. این اتفاق و این چرخه بارها و بارها و بارها تکرار میشه. ولی یه ضعف این وسط داره و ضعفش هم اینه که این دفترچه که این وسط وجود داره یه عمری داره و بعد از چند بار سفر و دست به دست شدنش باعث میشه که این دفترچه نابود بشه و این چرخه از بین
بره. البته خب میشه این دفترچه رو از نو نوشت و اتفاقاتش رو جلو برد که خود این نظریه هم برای خودش سری باگا داره که بهش کار نداریم، ولی اتفاقی که اینجا داره توی سریال میافته دقیقا همین موضوعه. حالا دارید کاملا متوجه میشید. اسم اوروبوروس که دیدیم، در مورد این موضوع صحبت کردیم که همه چیز میتونه یه حلقه پرتکرار باشه و حتی کل MCU که داریم میبینیم یه چرخه‌ایه که بارها داره تکرار میشه. اینجا از این نظریه و اتفاقی که حتی برای کنگم داره میفته کاملا مشخصه که ما چند تا حلقه زمانی توی همدیگه داریم. این کاملا نشون میده که مرگ کنگم که اونجا اتفاق افتاد، این که دیدیم گفت اینجا به بعد داستان نمیدونم یه دروغ بوده، اون همه چیزو میدونست. همون لحظه ای که داشت با سلوینا صحبت میکرد احتمالا میدونستی که میمیره، خانم دقیقه رو فرستاده بود تا راونا رو برگردونه توی زمان بچگی خودش، این دفترچه رو بده بهش. احساساتی که بین راونا و کنگ داره به وجود میادش چیزیه که توی کمیکان وجود داشت. اصلا نقطه ضعف اصلی که کنگ داره تو همون چرخهایی که داریم صحبت میکنیم توی کمیک هم به وجود میادش. اینطوریه که خود نسخه پیرش با نسخه جوانش با همدیگه برخورد میکنن. اون نسخه‌ای که سن و سال بیشتری داره، تجربه بیشتری داره، به کنگی که جوان‌تره میگه هر کاری که کردی توی زندگی عاشق نشد و به مسیر خودت حرکت کن. ولی این چرخه بارهای تکرار میشه و این روند انقدر ادامه پیدا میکنه که دیگه کنگ بیخیال میشه، یعنی هیچ امیدی وجود نداره و هیچ جوره نمیتونه جلوی این اتفاقو بگیره. تغییر رنگ و شکلی که خانم دقیقه اینجا میبینید یه ادای احترام به اون انیمیشن‌های قدیمیه که دیزنی هم درست میکرد. نکته بعدی که اینجا داره دیده میشه برمیگرده به اتفاقاتی که ما با اوبی داشتیم. الان دارید متوجه میشید که چرا کنگ حافظه اوبی رو پاک نکرده، چون اگه اوبی اون اطلاعاتو نداشته باشه، نتونه اون دفترچه خودش رو تکمیل بکنه، هیچ وقت نمیتونه اون دفترچه به گذشته برگرده و چرخه برامون تکرار بشه. حتی حرفایی که اوبی اینجا میزنه برمیگرده، میگه بدون اون کسی که باقی مونده بود نمیشه که تی‌وی‌ای رو اداره کرد. این داره نشون میده که احتمال خیلی زیاد اوبی هم کنگو میشناخته. دستگاه بافندگی که اینجا می‌بینیم در حال انفجار هست به خاطر اینکه شاخه‌های خیلی زیادی داره به وجود میاد. قبلا هم خب دیده بودیم که اتفاقات مولتیورسی پیش اومده و یه چند تا شاخه هم اونجا دیدیم که شروع شد به حرکت کردنشون. و نکته بعدی اینه که دیدیم که یه سری از شاخه‌ها رو هم هرس کردن، ولی دستگاهی که الان داریم می‌بینیم و در حال انفجاره این موضوع رو داره نشون میده. اون شاخه‌هایی هم که حتی هرس شده بود الان شروع کرده و از ادامه مسیر خودش دو مرتبه داره روش میکنه و اینطوریه که دستگاه یواش یواش دیگه اون کنترلی که باید داشته باشه رو نداره و نمیتونه همه رو یک پارچه کنه. ممکنه که این به وجود اومدن شاخه‌ها حتی یه سری از شخصیتایی هم که قبلا وجود داشتن و کنار رفته بودن و دو مرتبه وارد ماجرای داستان بکنه. یه چیز جالبتری که اینجا داره دیده میشه محیطیه که این دستگاه بافندگی داره. اگه نگاه بکنید تم رنگی و حتی اون ساختار دستگاهی هم که اونجا هستش خیلی شبیه به اتفاقاتی که توی چرنوبیل هم پیش اومد. تو این قسمت هم دارید میبینید که اوبی یه جمله‌ای رو تکرار میکنه که قسمت قبلی هم گفته بود. اون گفتش که قراره که هممون بمیریم. اینجا هم دو مرتبه میگه. حتی ایکس وایف هم این جمله رو تکرار میکنه. نمیدونم، شاید یه پیش بینی باشه برای ادامه مسیر اتفاقاتی که قراره برای تی وی ای پیش بیادش. وقتی که میبینیم موبیوس و لوکی میرن و وارد شیکاگو میشن، اونجا دارید یه عددی رو میبینید بالا سر اون در نوشته 157. قبلا روی اون ماشین هم دیده بودیم که نوشته بود 158. اینو کاملا داره اشاره میکنه به جایی که برای اولین بار با شخصیت دادگاه زنده توی کمیکا آشنا شدیم. توی فصل اول همین سریال لوکی هم بهش اشاره شد. توی مولتیورس هم مدنس هم دیدیم. لاونتوندر هم جایی بود که دو مرتبه به این کاراکتر اشاره شد. انگار دارن پایه‌های حضور اونو توی دنیای MCU برامون میسازن. مراسمی که اینجا توی شیکاگو دارید میبینید به خاطر 400مین سال ورود کریستوف کلمب به اونجا بوده. و نکته بعدی که داره دیده میشه حرفاییه که موبیوس داره میزنه. اون برمیگرده به یه قاتل سریالی به اسم اچ اچ هولمز هم اشاره میکنه که تو اون دوره حسابی برای خودش داشته جولان میداده. بعد از اون میبینید حرف از ادیسون میشه. این اشاره کردن به ادیسون یه مقدار برمیگرده به اون شخصیت مخترعی که کنگ داره. و نکته بعدیش اونجاییه که میگفتن ادیسون میمده ایده ها و یه سری اختراعات بقیه رو میدوزیده به اسم خودش میزده. اینجا مگه نگاه بکنید کنگ این ایده هایی که داره و چیزهایی که داره درست میکنه کاملا از دفترچه راهنمای تی وی بیرون اومده، دفترچه راهنمایی که اوبی نوشتش. اینجا حتی میبینید که موبیوس به این موضوع اشاره میکنه که این شهر سفیده به خاطر اینکه توی اون دوران معماریا همه همین سبک بوده و رنگی که زیاد استفاده میکردن رنگ سفید بوده. جایی که میبینید اون روزنامه به دست موبیوس میرسه اون گوشه نکته‌ای داره، یه هتلی داره نشون میده. همون هتلیه که
اچ اچ توش قتلای خودش رو انجام میداده، قربانیاش رو میکشیده اونجا و دخلشون رو میبرده. این هتل یه مقداری راهروی پیش در پیش داره، همین پیش در پیش بودنه و یه سری کف کاذب و سقف کاذب و درایی که اونجا بوده باعث میشده که خیلی راحت بتونه بقیه رو اونجا گیر بندازه و دخلشون رو بیاره. بعدش هم توی صفحه اصلی دارید خانم دقیقه ها رو راونا رو میبینید که به اسم شبه هم معروف شده، داره نشون میده که قبلا هم این کار انجام داده بودن و مردم رو ترسونده بودن. جلوتر دارید میبینید که به مجسمه خدای نورس دارید روبرو میشیم. اودین رو شگی نگاه بکنید شبیه به خود آنتونی هاپکینز، طورش هم خب تا حدودی شبیه به کریس همسورت ها. و نکته بعدی که اینجا وجود داره اینه که دارید بالدر رو میبینید، خبری از لوکی و اینا نیستش. بالدر تو هیچ کدوم از مجموعه که دیدیم ورود نکرده، ولی قرار بودش که قسمت دوم دکتر استرنج ما بالدر رو اونجا ببینیمش و دانیل کریک هم کسی بود که قرار بود این نقشو بازی بکنه، ولی خب به خاطر اتفاقاتی که افتاد، اون ویروس همگیری که همه جا رو گرفته بود، اینطوری شد که دانیل کنار کشید و این نقشو قبول نکرد و مجبور شدن که حالا یه سری تغییراتی رو توی خط داستانی به وجود بیارن. ولی این مجسمه که اینجا داریم می‌بینیم چهرهش خیلی شبیه به دانیله. نکته بعدی هم که اینجا وجود داره اینه که لوکی چقدر خانواده خودش دور شد و یه احساس دلتنگی داره و در کنارش داره میبینه که اصلا توی مرکز توجه مردم هم نیست، اون کاری که همیشه دلش میخواست انجام بده و هیچ وقت هم نتونست به اون برسه و همیشه شکست خورد. اینجا جاییه که ما داریم همون قسمتی رو میبینیم که توی اندمن هم واس کوانتومینیا هم وجود داشت و داریم ویکتور تاینلی رو میبینیم. ویکتور تاینلی که اینجا قرار گرفته با اون کنگی که ما دیدیم کاملا متفاوته، به خاطر اینکه دارید میبینید اصلا یه شخصیت احمقی داره و در کنارش هم حتی مدل صحبت کردنش هم متفاوت، اون اعتماد به نفس کامل رو اینجا نداره و داره نشون میده که گونه‌های مختلف کنگ کاملا با هم دیگه میتونن متفاوت باشن. حرفایی که اون اینجا میزنه یه مقداری برداشت از حرفاییه که ادیسون هم میزد و در کنارش هم یه جمله اینجا میگه که تسلا هم توی یکی از نمایشگاهاش گفته بود. روبرو شدن کنگ و راونا با هم دیگه یه نکته خیلی جالبی داره نشون میده. کنگ هر موقع که راونا رو میبینه عاشق اون میشه و خب این عشق چیزیه که هیچ وقت به سرانجام هم نمیرسه. توی کمیک هم بارها این اتفاق برای کنگ میفته، اون بارها راونا رو میبینه با گونه های مختلفش آشنا میشه توی زمانهای مختلف، ولی به هیچ کدوم نمیتونه برسه چون یا بهش خیانت میکنن یا بهش محل نمیذارن یا آخر سر کشته میشه، چون توی مسیری که داره اینا هیچ وقت نمیتونن به هم دیگه برسن. حالا یه نکته ای هم دقت کرده باشید اینه که کنگ توی حرفایی که داره میزنه برمیگرده میگه که من به شریک نیاز ندارم. این میتونه یه مقدار جلوتر رو بیادش رو پیشبینی بکنه که اصلا این جمله داشتن شریک خوشش نمیاد. رابطه ای که اینجا ما داریم از کنگ و راونا میبینیم خیلی شبیه به همون رابطه ای که سلوی و لوکی با همدیگه دارن. این که داریم میبینیم هر کدومشون برای رسیدن به هدفی که دارن تلاش میکنن و اون یکی زیاد براشون مهم نیست. اینجا داریم میبینیم که کنگ هم دقیقاً همینطوریه، شخصیتی رو داره و ذاتش کلاً این مدلیه که فقط میخواد به هدف خودش برسه و براش مهم نیستش که کیا کنارش باشن. درسته که این کنگی که داریم میبینیم با اون کنگگاهی که ما دیدیم و میشناسیم کاملا متفاوته، ولی کلاً ذاتش همونطوریه. اینم دروغ میگه، شیاده، میاد دزدی میکنه، کلاهبرداری میکنه و هنوزم اون ذاتی که کنگ داره رو کاملا داره به ما نشون میده. حتی یه سری نقاط اشتراک هم بین کنگی که داریم اینو لوکی وجود داره. لوکی هم خدای هرج و مرج و شیاد بودنه، همیشه همه رو فریب میدادش. ولی یه نکته ای که اینجا وجود داره در مورد لوکی اینه که از فصل اول تا فصل دوم اینجا که داریم میبینیم شخصیتش تغییر کرده، پخته تر شده و کاملا یه آرک شخصیتی خیلی خوبی رو پیدا کرده، ولی برعکس کنگی که داریم میبینیم در طول تمام مسیری که حرکت میکنه همیشه همین شکلیه. این شلوار افسش قدی هم که میبینی جلوتر بهمون نشون میدن از توی واقعیت الهام گرفته شده. یه تایمی بودش که شلوار میفروختن که باعث میشد قد آدما بلند میشه. حرکت ویکتور و فراری که داره به سمت نمایشگاهی که برمیگرده به مس کاملا اشاره میکنه به راموتاد، یه گونه ای از کنگی که میشناسیم. اگه نگاه بکنید میره پشت اون ستون مخفی میشه. راموتاد هم دقیقاً همینطوری بود. کنگ برمیگرده توی دوران مس و تبدیل میشه به یه فرعون بزرگ تا دست گروه فانتاستیک فور فرار بکنه و اینجا هم میبینیم که کاملا این مخفی شدنش داره به اون شخصیت اشاره میکنه. این وسط شلوغی هم که وجود داره یه نفر رو دارید میبینید و یه زنیه و یه دونه این رمانای اعتراضی و تابلو هم دستشه که برمیگرده به اتفاقی که واقعا توی دوران 1890 تا 1919 وجود داشته و تلاشی که زنا میکردن تا بتونن حق رأی داشته باشن که آخرام به دست آوردن. حرفایی که لوکی و سلوی اینجا دارن میزنن یه نکته خیلی مهمی نشون میده و اونم اینه که
بارها لوکی به این موضوع اشاره کرده که تی وی ای مهمه، این کاملا توی ذهن اون رفته و این موضوع رو داره نشون میده که تی وی ای تنها جاییه که میشه از طریق اون باعث شد که مولتیورس نابود نشه و ممکنه که در آخر کسی که رأس این کار قرار میگیره تا اون کنترل لازم روی تی وی ای داشته باشه خود لوکی باشه. اتفاقی که اینجا داره میفته، این که سلوی و لوکی روبروی همدیگه قرار میگیرن، کاملا اشاره میکنه به اتفاقاتی که انتهای فصل اول هم دیدیم و اون مراقبتی که داشت لوکی میکرد تا کنگ کشته نشه و اینجا هم دو مرتبه داره تکرار میشه. جلوتر دارید متوجه حسادت خانم دقیقه به رابطه راونا و کنگ میشید و یه نکته مهمتری که تو این حرفا دیده میشه اینه که راونا به ویکتور تاینلی میگه که تو کسی بودی که تقریبا تی وی ایو ساختی. این موضوع مقداری داره اتفاقات بعدی رو شاید پیش بینی میکنه. شاید ویکتور تاینلی کسیه که در کنار بقیه گونه‌های کنگ میادش و این تی وی ایو به این شکلی که هستش درست میکنه و در آخر اون کنگی که باقی مونده شاید کسی دیگه ای بوده که اومده این ویکتور تاینلی رو کنار زده و قدرت به دست گرفته. بعدش میبینید که ویکتور در مورد این صحبت میکنه که آزمایشگاه اون توی ویسکانسین که این کاملا محلیه که توی کومیکا ویکتور تاینلی اصلا وارد اونجا میشه، اون شهر رو اونجا اداره میکنه. دوره اینجا توی کشتی میتونید متوجه حسادتی که خانم دقیقه داره بشید، نگاه کنید میبینید که اون اولش که اونجا نشسته لبش خندون و خوشحاله، بعدن که این دوتا یه مقدار به هم دیگه نزدیک میشن میاد این گوشه میشینه، میبینید که لبش آویزون شده و کاملا مشخصه که داره حسادت میکنه. اینجا میبینید که تو اون دفترچه راهنما داره به اوبی اشاره میشه دو مرتبه، داریم چهره اونو میبینیم و این موضوع کاملا داره نشون میده که اوبی یه کاراکتر خیلی مهمیه که تو این فصل به سریال اضافه شده. البته یه ویدیویی هم در موردش با هم دیگه صحبت کرده بودیم که ممکنه که ویلن باشه و به صورت مخفیانه دنبال انتقام گرفتن از کنگ و اتفاقاتشه. شاید اون کسی که اصلا تی وی ای رو ساخته، بعدن کنگ اومده رأس قدرت قرار گرفته، اونو کنار زدتش و ممکن این تئوری درست هم از آب در بیادش. و خب یه ویدیو جدایی هم براتون آماده کردم، میتونید برید اونجا تماشا بکنید، کامل در موردش با هم دیگه صحبت کردیم و نشونه‌ها رو هم کنار هم گذاشتیم. حالا شاید فکر بکنید کنگی که داریم میبینیم اصلا استعداد نداره، ولی اینطوری نیست. توی اون دفترچه اگه نگاه کنید یه سری طرار کشیده از اون دستگاه بافندگی که میشناسیمش و اگه به اون طراش نگاه بکنید یه مقداری یکیش اشاره میکنه به همون دستگاه و صندلی که داشت و توی انتمن هم دیده بودیمش، گویی هم که اونجا بود، کاملا اشاره میکنه به اون هسته کوانتومی که اونجا بودش و این داره نشون میده که اون استعدادهای ذاتی داره. و خب این تحقیقاتی که اوبی اومده بود انجام داده بود، اختراعاتی که کرده بود، باعث شده تا بتونه ایده‌های جدیدتری رو به ذهنش بیاره. هفته بعدی ممکنه که جایی باشه که ویکتور کمک بکنه و اون دستگاه بافندگی رو درستش بکنه. حالا بعد از اون شاید یه سری اتفاقاتی بیفته که ریتم مسیر داستان رو تکمیل تر میکنه، چون همیشه دوتا قسمت آخر جاییه که اصل ماجرا رو میشه. و بعد از اونم که وارد آزمایشگاه میشیم دارید یه سری مانکن رو میبینید که اونجا قرار گرفته. اون مانکن رو کاملا اشاره میکنه به اون رباتایی که توی کمیک هم داشت. اون سقفش هم اگه نگاه بکنید یه مقدار تر مارپیچ داره، اشاره میکنه به اون پنجره‌ای هم که آخر سر توی قلعه کنگ بودش. اینجا دارید میبینید که ویکتور به خانم دقیقه هم خیانت میکنه. این باز داره کاملا نشون میده که کنگ گونه های مختلف خودش هرچی هم که باشن همیشه سعی میکنن توی مسیری که دلشون میخواد حرکت بکنن، به خاطر همین هم هستن که بیشتر اونا خطرناکن. و بعد از اون هم داریم میبینیم که دستگاه اولیه هرسی که توی تیوی دیدید اینجا هم وجود داره که حسابی هم بزرگ و جاگیر بوده. جایی که سلوی میاد و اون درگیری که با کنگ داره کاملا اشاره میکنه به اتفاقاتی که انتهای فصل اول دیده بودیمش. ولی یه نکته اینجا داره دیده میشه، حرفایی که ویکتور داره میزنه برمیگرده میگه که من اون کنگ نیستم. این اشاره میکنه به کمیک، چون ویکتور تاینلی هم میگفتش که من کنگ نیستم. و نکته بعدی اینه که بهتون گفتم تمام گونه های کنگ بد نیستن و یه چند تا خوبم اون وسط هست که نمیدونم ویکتور تاینلی جزء خوباش میتونه باشه یا نه. دلیل نفرتی که سلوی نسبت به راونا داره کاملا مشخصه، به خاطر اینکه از دوران بچگی اون راونا کسی بود که همش دنبالش میافتاد و میخواست زندگی اونو خراب بکنه و همین هم باعث شده که بخواد اون ازش انتقام بگیره. محلی که اونو میفرستادش، یعنی قلعه‌ای که در آخر دید اون اتفاقاتی که فصل اول داشت، جایی که راونا خودش میخواست بره و به اونجا برسه. یه نکته جالبتری که وجود داره اینه که داریم میبینیم که جنازه کنگ اونجا هم هست و این اشاره میکنه به اتفاقی که توی کمیک هم افتاده بود. رسیدن راونا به اون منطقه داره نشون میده این فصل کاملا روی این موضوع داره تمرکز میکنه که بالاخره یه نفر قرار بیاد بره جای کنگ بشینه. حالا یا لوکی میتونه باشه، یا سلوی میتونه باشه، یا راونا و اوبی، یا خود کنگی که داریم میبینیم، کسایی هستن که دارن تلاش میکنن تا بتونن به اون قدرت برسن، یعنی رأس کار تی وی ای
قرار بگیرن. حالا رسیدن راونا اینجا و اینکه خانم دقیقا هم کنار خودش داره میتونه یه مقدار اتفاقات بعدی رو براش اسپویل بکنه، چون خانم دقیقا همه چیز رو میدونه، حتی ممکنه که برگرده به گذشته و اتفاقاتی که قبلا با کنگ داشته تو متوجه بشه برای چی این کنگی که باقی مونده بود راونا رو کنار زده بود و به عنوان یه همکار ازش استفاده نکرده بود، یا حتی متوجه بشه که اصلا راونا از کدوم خط زمانی اومده، چه زندگی توی گذشته داشته، و شاید کنگ اصلا از روی خودخواهی و عشقی که نسبت به راونا داشته اون از زندگی اصلی خودش بیرون آورده و به خاطر اینکه بعداً نتونستن با هم دیگه کنار بیان، چون هیچ وقت راونا و کنگ نمیتونن با هم دیگه کنار بیان، حافظش پاک کرده اونو توی تیویه گذاشته که نزدیک خودش باشه. این قسمت تونستیم بازی خیلی خوبی از جاناتان ببینیم. الان دارید متوجه میشید که برای چی اونو برای این نقش انتخاب کردن، چون اون میتونه گونه های مختلفی رو بازی بکنه و نقش های خیلی خوبی رو جلو ببره. هرچند که توی انتمندین بازی خوبی ازش نگرفته بودن، ولی اینجا داریم کاملا میبینیم که یه بازی کاملا متفاوت نسبت به اون کنگی که باقی مونده بود و انتهای فصل اول دیدیم، و اینجا داریم ازش میبینیم که بازی خیلی جذابی هم هستش و داره نشون میده که هرچی جلوتر میریم اتفاقات عجیب غریبتری داره پیش میاد و سواله و تئوریای بزرگتری رو حتی درست میکنه که من سعی میکنم توی ویدیو اضافی که براتون آماده میکنم و توی کانال میذارم در مورد تئوری مختلف و هم دیگه صحبت بکنیم، تا یه مقدار این موضوعات رو از هم دیگه بازتر بکنیم، درکش راحت‌تر بشه. پس حتما یادت باشه که نظر تئوری داری حتما داخل کامنت برام بنویس، لایک و ساب و زنگوله هم فعالش بکن، اینطوری میتونی خیلی راحت‌تر به محتوای جدیدی که میسازم دسترسی داشته باشی و بیای توی کانال و ویدیو جدید تماشا بکنی. و ویدیو بررسی تریلر د مارولز هم برات میذارم اینجا که میتونی بری نگاه بکنی، در مورد اینکه تو هم قراره تو این فیلم باشی یا نه با هم دیگه صحبت کنیم. و در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعدی. بدرود.